دوستان عزیز سلام، اصیل هاشمی هستم از کانادا. تا چند لحظه که در حضور شما قرار دارم میخوام تجارب هنر خیاطی خود با شما شریک بسازم. مدت 25 سال است در این عرصه کار میکنم. خیاطی ابتدایی را در افغانستان آموختم زمانی که تازه از انستیتوت پیداگوژی شهر ولگاگراد در کشور روسیه فارغ شدم و به شکل اکادمیک در کانادا دنبال کردم و تا کنون با چندین دیزاینر کانادایی همکاری میدارم و از 5 سال به این طرف کورس های خیاطی را تحت نام سوینگ کلاسز بای اسیلا تدریس میکنم و در ضمن با چندین ارگان دولتی و شخصی در قسمت تدریس کورس های خیاطی در بخش های مختلف همکاری دارم. خیاطی هنر زیبا، دلچسب و جالب است و آموختنش از معرفت با ماشین خیاطی شروع میشه. بنان خواستم در این ویدیو شما را با دنو ماشین خیاطی آشنا بسازم با قسمتاش. ماشین های خیاطی در مجموع از هر کمپانی که است وجه مشترک خود داره، منتها با اندک تغییر در موقعیت بعضی از قسمت های ماشین. خب این ماشین که میبینین جای برقش است، این ساکتش است که همراه با دو سیم است. دو سیم است که یک سیمش با برق وصل میشه و سیم دیگهش با پایدلش است که دست پایدل ماشین برکت میه. و این قسمتی که میبینین این چرخ دستی است که این توسط از این چرخ دستی میتونین سوزنه با دست بالا و پایان کنین و همچنان این چرخ میتونن به شکل آزاد بسازن در وقت پر کردن مشله. وقتی که مشله تان با تار پر میکنین این چرخ آزاد بسازن، برزی که این کمک میکنه که مشله بسیار به سرعت و بدون از اینکه ماشین دندانی ماشین در حرکت بسته به شکل مشله را پر میکنن. و این قسمت که ببینین جای تار است که در این ماشین به شکل افقی قرار داره و در ماشین دیگه به شکل عمودی. و در ماشین هایی که مثل ازی به شکل افقی است جای تارش، داخلش این یک قید است که قید بسیار مهم است که وقتی که تار دانه ماندین قید هم در پشت سرش بگذارین. در غیر از او تار از جایش به جای میشه و مشکل در دوختان پیدا میشه. خب سیستم تاراندازی در تمام ماشینات سیستم تاراندازیش توسط علائمه کفرن از 1 تا 4 یا 5 به این شکل علام چی شده که به این شکل فقط شما تعقیب کنین. میبینین این تیر است، تیره است که با علائم 1 میاین پایان، 1 باز میاین 2 یه 2 است، باز میرین بالا 3 باز میاین 4 و بالاخره شما رو به سوزان وصل میکنه تاردانه. خوب این قسمت که میبینین جای تنشن است، قسمت تنشن ماشین است که یعنی معمولا نیمی استاندردش درجه 3 می باشه، ولی نظر به ضخامت پارچه ای تار ای درجهش تغییر میکنه. و قسمت پشت سر از اینه که میبینین اینجا یک قید وجود داره که توسط از این قید میتونین دندانی ماشین بالا و پایان کنین توسط از قید. و اینجا پشت از دندانه اینی میخواید یک تکمه است که با فشار دادن از این تکمه میتونین دندانه دندانی ماشین تبدیل کنن و همچنان میتونین دوباره توسط از این میخواید این دندانه رو پس در جایش بگذارین بیشک. خوب دندانه ماشین چند نوع است. این دندانه ساده است که بر دختای راست و بر زیگزگ کار میه، این دندانه که در ماشین است. و اینجا چند نوع دندانه دیگه است که من میخوایم به شما معرفی بگیرم. خب بر هر بخش قسمت دخت دندانه خاص خود داره که این دندانه نیمه است و این دندانه باریک
یا همچنان دندانی نیمه است که دو طرف است به حساب نیمش و یه همچنان دندانی نیمه و این دو دندانه را که میبینین این زیادتر بر دخت زنجیره مستور شما را کمک میکنن این دو دندانه و این سه دندانه دیگه در زنجیره عادی و یکان مغزی و یکان که زیاد نزدیک چی باشه امو کوکتان کوکایتان نزدیک سوزن باشه بخواد این دندانه نیمه را استفاده میکنن. خب این دندانه چین است و ای هم دندانه قات باریک، ای هم دندانه پزدوزی و ای دو دندانه را که میبینین ای دندانه برتکای ساتن ابریشمی عزیز استفاده میشه و ای هم دندانه کاج است، ای هم دندانه دکمه. خب این قسمت ماشین را که میبینین این صفحه فلزی را که میبینین این صفحه فلزی را و دو طرف دندانه این خطایی که میبینین با و این خط اینم خطا فاصله را از سوزن تعیین کرده. زمانی که میخواین پارچه را بدوزین و امو اندازه‌ای که درز مایتان باشه یا اندازه قاتتان باشه شما فقط پارچه‌تان برابر موازی با یکی از این خطا نظر به امو اندازه‌ای که دارین قرار میتین و در صورت درز تان بسیار راست و مستقیم میایه. یک قسمتی نمیدن در را این فرضان اگر درز مایتان 1.5 سانتی باشه فقط پارچه تان برابر با این خط 1.5 سانتی دمیجه قرار میتین و وقتی که میدوزین اندازه درز مایتان تا خیلی از شروع تا ختم مساوی میباشه. خب این تکمه را که میبینی تکمه سیاره که با فشار دادنش این صفحه پلاستیکی جدا میشه و زیر ازی که هست این جای مشله است و ماکو این مشله است که و یا ماکوی از این ماشین در خودش نصب شده گیست به حساب ماکویش و زمانی که میخواین مشله را در جایش بگذارین میبینین اینجا یک جری است، یعنی قسمت این یک جری است و کوشش کنین که این تار از بین از جری تیر شد. ببینین به این شکل این تار ماشله در جایش جای به جای شده و این قسمت که میبینی این عرض کوکا رو نشان میتن. عرض کوکا که معمولا در کوکای تزینی در زگزگ و در دختن کاجی از استفاده میشه و پایین تر که میبینی طول کوکا رو نشان میتن که معمولا هم استانداردش هم بین دو نیم تا سه میباشه. معمولا این 8 کوک در یک انچ این استاندارد اکثریت کمپنی ها میباشه و پایین تر که میبینی این صفحه کوکاست که میبینین کوکای راست است، کوکای کاج است، این زیگزگ و همچنان این کوکای تزینی است و در این قسمت ماشین ببینین این چرخ است که توسط از این میتونین کوکا رو تغییر بدین. هر کوک بخواین استفاده کنین فقط با توسط این چرخ رو تغییر میدین و در قسمت پایینی دن این تکمه است که تکمه بازگشت که بسیار مهم است شروع درز و در ختمش باید تکمه رو فشار بدین که تا درزتان محکم و استوار بیاید. خوب دوست عزیز این بود معلومات مختصر، امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند می سپارم. جور صحتمند باشید.